نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و احترام حضور شما همراهان ارجمند خبرگزاری صدای افغان. با خبرهای امروز 9 ثور 1400 با ما همراه باشید. جو بایدن در نخستین سخنرانی خود به صفت رئیس جمهور آمریکا در کنگره این کشور خواستار پایان بخشیدن جنگ در افغانستان شد. بایدن با اشاره به طولانی شدن مأموریت نظامی آمریکا در افغانستان گفت که همکنون سربازان آمریکایی در افغانستان حضور دارند که در زمان حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 حتی متولد نشده بودند. وی گفت زمان آن است که قوای آمریکایی از افغانستان به کشورشان برگردند، اما در عین حال خاطر نشان کرد در 2 دهه پسین تهدید تروریسم از افغانستان فراتر رفته است و ما قابلیت برای سرکوب تهدیدات آینده به کشورمان را حفظ خواهیم کرد از هر جایی که منشأ بگیرد. ارتش مرکزی آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که سیستم راکتی هیمارس از کویت در حال انتقال به افغانستان است تا از روند خروج نیروهای آمریکایی محافظت کند. ارتش مرکزی آمریکا در حالی از انتقال سیستم راکتی هیمارس از کویت به افغانستان خبر می‌دهد که یک رسانه آمریکایی گفته بود جو بایدن در پی خصوصی سازی جنگ افغانستان است. بیانیه می‌افزاید که هیمارس یک سیستم تسلیحاتی دقیق است که به طور شبانه روزی می‌تواند اهداف را در فاصله 69.2 کیلومتری هدف قرار دهد. در سال 2018 نیز ارتش آمریکا اعلام کرده بود که از این موشک‌ها در ولایت هلمند استفاده کرده و مدعی شده بود که با شلیک این نوع موشک دست کم 50 رهبر گروه طالبان را کشتند. بر اساس طرح صلح گروه طالبان، این گروه ملزم به برگزاری زودهنگام انتخابات در افغانستان نیست. حکومت مد نظر طالبان در این طرح شامل یک رئیس، معاونان رئیس، نخست وزیر، 24 وزیر و 6 ریاست و نهادهای مهم می باشد و وزارتهای کلیدی به طور برابر بین طرفین تقسیم می شود. همچنین بر اساس این طرح که نسخه‌ای از آن در اختیار تلویزیون یک قرار گرفته است، قانون اساسی فعلی تا تصویب قانون جدید لازم الاجرا خواهد بود و شمار نمایندگان مجلس به 334 تن افزایش می‌یابد که 84 عضو جدید را طالبان معرفی می‌کنند. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان میگوید که نشست مشترکی با حضور نمایندگان کشورهای آمریکا، چین و پاکستان در مورد روند صلح افغانستان برگزار میشود. با گزارش خبرگزاری روسیه تاس، زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان گفته است که فردا با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا و نمایندگان چین و پاکستان در مورد صلح و رسیدن به یک توافق سیاسی در افغانستان گفتگو خواهد کرد. به گفته وی در این نشست ها تصمیمی اتخاذ نخواهد شد و صرفا جوانب درگیر برای انجام گفتگوهای سازنده سوق داده می شود. با افزایش ناامنی ها حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی، شمیم خان کتوازی رئیس اداره مستقل ارگان های محلی، محمد یاسین ضیا سرپرست وزارت دفاع ملی، حیات الله حیات سرپرست وزارت امور داخله، احمد ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی و معین ارشد وزارت امور داخله امروز به ولایت غزنی رفتند. آقای جمعه‌زاده والی غزنی هدف از سفر مسئولان نظامی و غیر نظامی به این ولایت را بررسی وضعیت امنیتی، برآورده ساختن خواست‌های موجود در بخش‌های نظامی و غیر نظامی و چگونگی بهبود امنیت در دراز مدت عنوان کرد. پزشکان در شفاخانه مرکزی ننگرهار موفق شدند که جان یک کودک 12 ساله را که بر اثر برخورد مرمی به سرش به شدت زخمی شده بود و در حالت کما قرار داشت نجات دهند. در این رویداد جمجمه سر و بخش‌هایی از مغز کودک آسیب دیده بود، اما دکتران توانستند در یک عملیات نادر او را از خطر مرگ نجات دهند. یک مسئول شفاخانه مرکزی ننگرهار به آژانس باختر گفته که دکتران 20 روز روی سر این کودک کار کردند و توانستند او را از مرگ حتمی نجات دهند. بنابر اعلام مقام ولایت هرات، به دلیل افزایش تهدید نوع جهش یافته ویروس کرونا و طبق مصوبه ستاد کرونا در ایران، امکان تردد مسافرین از طریق کلیه مرزهای افغانستان به ایران به استثناء تردد رانندگان با وسایط ترانزیتی تا اطلاع ثانی متوقف می باشد. قابل یادآوری است که فعالیت‌های ترانسپورتی و ترانزیتی همچنان میان دو کشور جریان دارد.
دادستانی کل هیئتی را گماشته تا ادعای رهایی یک زندانی را در بدل رشوت در ولایت ننگرهار بررسی کنند. در روزهای گذشته ادعای مطرح شد که رئیس زندان ننگرهار یک زندانی محکوم به قتل را به بهانه رخصتی آزاد کرده و این زندانی از کشور خارج شده است. دادستانی می گوید که رئیس زندان هم فراری است، اما 4 نفر دیگر به ظن دست داشتن در این قضیه بازداشت شدند. با این حال مدیر زندان ننگرهار اتهامات وارده را رد کرده و گفته است اسنادی که در ارتباط به این زندانی وجود دارد نشان می دهد که او متهم به 5 سال زندان است. تشکر از توجهتان، خدایا رو نگهدار.